سلام، خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. اعتراضات پردامنه به تصمیمی که این بار برخلاف بسیاری از دفعات قبل شخص اول مملکت مسئولیت آن را به عهده گرفته. شورای عالی هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران قواست قیمت بنزین را شبانه افزایش داد، تصمیمی که به روشنی پیشتر مجلس با آن مخالفت کرده. حتی اگر مخالفت مجلس با اهداف سیاسی بوده باشد و حتی اگر این مجلس را مجلسی فرمایشی با انتخاباتی نیم‌بند بدانید، حذف نهادهای انتخابی از تصمیمات شیوه‌ای است که حکومت ایران به رهبری آیت الله خامنه‌ای حالا دیگر ابایی از فاشگویی آن هم ندارد. تواتر اعتراضات با انگیزه های اقتصادی بیشتر و بیشتر شده. حکومت میگوید این جنگی اقتصادی است که دشمنان خارجیش به آن دامن میزنند. مخالفان میگویند این حکومتی ناکارآمد است که حالا ناکارآمدیش در همه عرصه ها نمایان شده و تنها راه گذر از آن است. در هر دوره اعتراضات رویارویی این دو نگاه را می شود دید، همانطور که تصویر ترسناک عدم امنیت را مقابل تصویر آرمانی جامعه خوشبخت، بیان که هیچ یک از دو طرف بتواند به روشنی به ما شواهدی بدهد که بتوانیم به این تصاویر اطمینان کنیم. اما سوال عمده برای بسیاری این است که این حکومت با همه ویژگی‌های فعلیش آیا با تعریف حکومت‌های ناکارآمد همخوانی دارد؟ سرنوشت یک حکومت ناکارآمد چیست و ملت تحت این حکومت چه وضعی خواهند یافت؟ در این برنامه سه میهمان داریم: مهدی گلرو، فعال سیاسی، حجت کلاشی، فعال سیاسی، و اینجا در استودیو رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی. خوش آمد میگم به هر سه نفر شما. آقای علیجانی، از شما شروع میکنم. آیا به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی در شرایطی که الان داره با همه مسائل بین المللی، منطقه‌ای و همینطور مسائل داخلی، اقتصادی، اجتماعی، یک حکومت ناکارآمد محسوب میشه؟ بله، با سلام خدمت شما آقای کلاشی و خانم گلرو و بینندگان عزیز. ببین، اگه ما یه روند 40 ساله رو، یعنی 4 دهه رو در نظر بگیریم، انقلاب ایران از یه انقلاب ائتلافی شروع شده. در یه روندی حاکمیت جمهوری اسلامی مرتب بخشی از خودش رو حذف کرده، یعنی اول چپ‌ها رو پیاده کرده، ملی‌ها رو پیاده کرده، ملی مذهبی‌ها رو پیاده کرده، بعد به جریانات داخل خودش رسیده. این نسبتی است که مرتب تقسیم به دو شده. گاهی اوقات البته قبض و بستی بوده، مثلا مجمع روحانیون و جریان چپ در اون نظام، چپ اون موقع به اصطلاح خودشون که بعد شدن اصلاح طلب، اینها رفت و برگشتی بوده. ولی مسیر کلی رو ببینیم، یه مسیر متسلب شدن و انقباضی رو طی کرده، ولی یه مسیرم مردم طی کردن، یعنی مردمی که به نوعی، حالا اکثریت چون رهبری آقای خمینی رو پذیرفته بودن، به تدریج به اصطلاح از حکومت فاصله گرفتن، به سمت جریانات منتقد و اصلاح طلب درون حکومت رفتن. این بازی دو طرفه همچنان ادامه داره و این اعتراضات اخیر که امروز از صبح جمهوری اسلامی میخواد تبلیغ کنه که به پایان آمد این دفتر، یعنی این اعتراضات هم ما جمع کردیم، ولی مردم و منتقد این مصرع دوم این شعر سعدی رو میگن که حکایت همچنان باقی است. به نظر من این حکایت همچنان باقی است. مسئله ناکارآمدی یک سوی ماجراست، ماجرای مسئله روند متسلب تر شدن جمهوری اسلامی یک طرف ماجراست، مسئله تجربه اندوزی تدریجی تقریبا روح جمعی ایرانی یا اکثریت ایرانی، حالا اقلیت‌هایی بودن، از نیروهای سیاسی از اول انقلاب مخالف بودن، به تدریج مخالف شدن، ولی یه تجربه جمعی رو ایرانی‌ها دارن طی می‌کنن. این تجربه جمعی شاید همین امروز رأی‌گیری آزادانه تو ایران اتفاق بیفته، بالای 90% میگن ما این حکومت رو نمیخوام. من فکر میکنم سوال سخت اینجا نباشه، سوال سخت اینجا باشه که این حکومت ناکارآمد رو چگونه میشه ازش عبور کرد. چی میخوای؟ شاید ببینید، من میخوام بگم اگه با اول انقلاب بسنجیم که میگفتن مردم فقط چه نمیخواهیم میدونستن، ولی چه میخواهیم نمیدونستن. من حتی الان میخوام بگم مردم بخش اعظمشون چه میخواهیم رو هم میدونن، ولی چگونه با آن برسیم، چگونه بخواهیم مورد
اختلاف هست یا توانمندی های جامعه هنوز در اون حدی نیست که بتونه مسیر رو هموار بکنه و گذر بکنه از این استبداد دینی. خانم گلرو، شما از کسانی هستید که در بحبوحه جنبش سبز در سال 88 جزو فعالین سیاسی بودید، در داخل ایران زندان رفتید به خاطر فعالیت هاتون. ظرف 10 سال گذشته به نظر شما چه روندی طی شده که الان اون چه که ما میشنویم این هستش که جامعه ایران در واقع از یک جامعه‌ای که توقعات مدنی داشت، نیازهای مدنیش رو فریاد میکرد در سال 88 به اینجا رسیده که رسیده به انقلاب گرسنگان، مردمی که مشکلات اقتصادی جدی دارند و اونها هستند که الان در خیابان هستند؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان محترمتون و هموطنان عزیزم. روندی که از 88 تا امروز طی شده قطعا هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ سیاسی قابل بررسیه و اینقدر مفصل هستش که در یک صحبت کوتاه نشه بهش پرداخت، چون آسیب‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که از 88 چه به لحاظ تحریم‌ها چه به لحاظ وضعیتی که به لحاظ اقتصادی و تورم توی ایران اتفاق افتاده، حالا خیلی بحث مفصلی رو داره. اما اینکه چرا فضا به سمت خشونت رفته بعد از 88، به هر حال تا 88 یک سری NGO توی ایران شکل گرفته بود، جامعه مدنی شکل گرفته بود، نه به اون شکلی که توی یک دنیای آزاد اون شکل میگیره یا تو کشورهای دیگه شکل میگیره، اما به هر حال تا یه حدودی ما سندیکاهای کارگری داشتن جون میگرفتن، فعالین زنان فعالیت میکردن، انجمنهای اسلامی، شوراهای صنفی دانشجو، اینها فعالینی بودن که توشون فعالیت میکردن، اما همه اینها به بدترین شکل ممکن سرکوب شدن از 88، به شکلی که شما میبینید که فعالین دانشجویی شورایی رو ندارن، انجمنی رو ندارن، هیچ سندیکای کارگری وجود نداره، به بدترین شکل ممکن سرکوب شده و فعالین زنان هم که میبینید که هیچ NGO دیگه براشون وجود نداره و هیچ فعالیتی نمیتونن بکنن و کوچکترین فعالیتی با سرکوب مواجه میشه. خب توی یه همچین وضعیتی که جامعه مدنی به طور کامل سرکوب شده، دیگه نمیشه انتظار داشت که مطالبات از طرف جامعه مدنی مطرح بشه. پس قاعدتاً دیگه تریبون جامعه مدنی نیست، مطالبات جامعه مدنی نیست، شعارهایی نیستش که از طرف فعالین سیاسی و اجتماعی بتونه مطرح بشه. این یک مسئله هستش که باعث میشه که خب حالا بس به سمت خشونت بره، مردم بخوان به این شکل مطالباتشون رو مطرح بکنن. به لحاظ اقتصادی هم خب وضعیت ایران روز به روز بدتر شده، تحریم ها اثر کرده، حکومت ناکارآمد خودش باعث شده که این تحریم ها ایجاد بشه، یعنی نمیشه مقصر کشورهای دیگر رو دونست که چرا ایران رو تحریم کردن. قطعا ایران جمهوری اسلامی مقصر بوده توی وضعیتی که به وجود آورده و باعث شده که این تحریم ها در واقع متوجه مردم ایران بشه، چون به نظر من بیشترین آسیب رو مردم ایران میبینن نه حکومت ایران. همونطور که میبینید به هر حال اطرافیان حاکمان ایران آقازاده ها و خانومزاده ها هستن که در بقیه جاهای دنیا دارن زندگی میکنن، خودشون هم که قاعدتا فشاری بهشون نمیاد، چه به لحاظ دارویی چه به لحاظ بقیه مسائل اقتصادی، اما این مردم هستن که انقدر فشار اقتصادی روشون هستش که با این مقدار تغییر توی قیمت بنزین میبینید که چقدر فشار بیشتر میشه روش. تو اخباری هم که میبینید، میبینید که الان حالا الان تازه اخبار داره از طرف مردم عادی به بیرون منتشر میشه که سر کرایه ماشین الان درگیری ها شروع شده توی خیابون ها. من یه توییتی میخوندم که میگفت ما جدای از جنگ تنبتنی که توی بعضی شهرها وجود داره، جنگ تنبتن تو خیابون ها داریم که سر کرایه ماشین داریم میجنگیم، چون اینقدر در واقع هیچ قانونی وجود نداره، هیچ مسئولی وجود نداره که بگه چقدر قرار کرایه های این ماشین ها افزایش پیدا کنه، چون میگن که قرار نیست افزایشی وجود داشته باشه، از بالا دستور میدن که هیچ افزایش قیمتی قرار نیست وجود داشته باشه، ولی در واقعیت افزایش قیمت وجود داره، چون دستوری نیست، اقتصاد هیچ چیزی رو با دستور نمیپذیره، البته که بقیه مسائل مربوط به علوم انسانی هم دستوری نمیپذیره، اما اقتصاد خب طبیعتاً مهمتره و بیشتر میتونه اثرگذار باشه توی مسائل مربوط به وضعیت مردم. آیا شما با این نگاهی که خانم گلرو مطرح کردن، نبود زیرساخت‌های مدنی در جامعه فعلی ایران موافق هستید و فکر می‌کنید که نتیجه نبود این در واقع زیرساخت‌های سیاسی، نبود احزاب فعال، نبود NGOهای فعال، نهادهایی که بتونن جای بخشی از کارهایی که حکومت‌ها معمولاً انجام میدن واگذار میشه به نهادهای دیگه‌ای که تشکیل میشن،
این نهادها وقتی وجود ندارن تأثیرشون بر شرایط سیاسی ایران چی میتونه باشه؟ با درود بر شما و مهمانان عزیز و مردم گرامی، بحث اینه که موضوع احزاب و نهادهای فعال مدرنی که مد نظرمون هست متعلق به جامعه مدرنه، به نظام مدرن، نظام سیاسی مدرنه و حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت کهنه ایدولوژی شده هستش. همونطوری که اول بحث شما سوال پرسیدید که آیا جمهوری اسلامی حکومت ناکارآمد هست یا نه، ما در پاسخ به این سواله که میتونیم سایه بیفکنیم بر اینکه وضعیت سازمان‌ها و ساختارهای سیاسی در ایران به چه وضعی هستش، به چه صورتی هستش. جمهوری اسلامی چند تا ایراد اساسی داره. ایراد اساسیش طراحی غلطه، یعنی بر روی بنیاد نظری غلطی استوار شده. از لحاظ بنیاد نظری کهنه است، به این صورت که ما در نظام سنتی و کلاسیک خودمون در استبداد کهنمون بحث این بوده که پادشاه و سلطان یک حالت تدبیری داره، یعنی تعلق تدبیری داره به مملکت و هر چیز، هر عیب که سلطان به پسندت هنره و قوه عاقله مملکت هم سلطان بوده. اما ما در مشروطه یک چرخش زبانی و چرخش فکری ایجاد کردیم و ساختارهای اجتماعی ما هم گام به گام مخصوصا با اصلاحات درخشان دوره رضا شاه و سپس شاه تقی به طور کلی از دوره استبداد جدا شده و وارد عرصه مدرن شده. یعنی ما این چرخش فکری، زبانی و ساختاری رو ایجاد کردیم. اما جمهوری اسلامی به لحاظ نظری و بنیادی که بر روی اون ایستاده کهنه است، متعلق به یک عصریه که در عصر کهنه هم نمیتونست در رقابت با حکومت عرفی پادشاهان و سلاطین موفق بشه. از طرف دیگه به لحاظ معماری هم غلطه، یعنی به لحاظ نظری اینه که مشروعیت خودش رو از خداوند میگیره و میخواد فرمولهای اداره مملکت رو هم از درون فقه در بیاره، در حالی که موضوع فقه اصلا جامعه نیست و نمیشه از درون فقه یک فرمولهایی برای اداره جامعه و تدوین قوانین به دست آورد. یعنی سیاست علم تدوین قوانین هستش و درش سوال میپرسیده میشه که چه کسی قانون رو تدوین میکنه و این قانون قراره که مصلحت یا خیر چه کسی رو تضمین بکنه. در پاسخهای دموکراتیک بهش میگن که جامعه یا مردم قانون رو تدوین میکنن و هدف و غایت قانون تأمین خیر عموم یا مصلحت ملی و مصلحت عامه هستش. اما در جمهوری اسلامی بحث اینه که فقیه و بر اساس فقه باید مصلحت جامعه رو تدبیر کنه. یعنی حکومت ایدئولوژیک هست که به هر حال به خاطر اینکه قصد داره که اون نگاه ایدئولوژیک رو حاکم بکنه در همه عرصه ها به مشکل برمیخوره. ولی بحثی که الان ما داریم این هستش که مثلا میاد که هر سه نفر موافق هستید با ناکارآمدی این حکومت. من میخوام از شما بپرسم آقای کلاشی، آیا اون چه که به هر حال ما به قول معروف فیل استیت داریم، کشورهایی که نمیتونن اداره بکنن خودشون رو و اونا معنای خاصی دارن، آیا فکر میکنید که اون چه که در ایران میبینید داره میره به اون سمت، به سمت یک حکومتی که تبدیل بشه به حکومتی که نتونه خودش رو اداره بکنه، نتونه مالیات بگیره، یه گروه های مثلا شبه نظامی تشکیل بشن در بخش هایی از کشور و در واقع بره به سمتی که از دستش خارج بشه؟ آیا یه همچین چیزی میبینید از جمهوری اسلامی؟ اینکه جامعه چطور مبارزه ادامه خواهد داد یک بحثه. و این که آیا جمهوری اسلامی ناتوان هست، بله به نظر من ناتوانه، به این خاطر که فرصت‌های متعددی برای اصلاحات واقعی رو از دست داده. یعنی یک بیماری وجود داشته، یک بیماری بوده که باید به موقع تشخیص داده میشد و در اون هنگامی که هنوز سرایت نکرده بود و بدن رو میشد نجات داد، میبایست اصلاحات اساسی میشد به لحاظ نظری، به لحاظ فکری، به لحاظ ساختاری که حکومت از آن تشکیل شده، همه اینها باید اصلاحات جدی میشد. منتها چیزی که به نام اصلاحات به جامعه فروختن در طی همه این سالها، به نام اصلاحات فروخته شد به جامعه، مردم رو دعوت کردن پای صندوق‌ها، وعده هایی رو فروختن، در واقع به نام اصلاحات راه اصلاحات رو سد کردن و اجازه ندادن که جامعه به سمت اصلاحات بره تا با این وضعیت مواجه نشه. در وضعیت فعلی که جامعه به سمت عصیان رفته و ایران در محاصره هستش و نمیتونه نفتش رو بفروشه و پول نفت رو بیاره و میدونیم که ایران به وسیله پول نفت اداره میشده نه به وسیله مالیات، به همین خاطر دولت نمیتونه دیگه کشور رو اداره بکنه، در حوزه های مختلف دچار تنش های متعدد خواهد شد و به مسائل عدیده جامعه نمیتونه پاسخ بده و این تشدید پیدا خواهد کرد.
تعامل شما با این نظریه موافق هستید، این که در واقع اون شیوه اصلاحاتی که به کار گرفته شد به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای خاتمی مثلا در ایران شیوه درستی نبود؟ این انتقادی هست که خیلی از کسایی که الان به اصلاح طلبها ایراد میگیرن وارد میکنن و فکر میکنن که اون باعث شد که فرصت از دست بره. شما چه نگاهی دارید به این قضیه؟ خب ببینید، من فکر میکنم که اگر که هر چیزی رو در قالب زمانی خودش نگاه بکنیم اون وقت یکم منصفانه تر میشه اون رو بهش انتقاد کرد در واقع. خب من جزو همون دانشجوهایی هستم که سال 83 رفتیم و الانم خیلی به منم انتقاد میشه که شاید اگه شما سال 83 بحث عبور از خاتمی رو مطرح نکرده بودید یا سال 84 تحریم نکرده بودید انتخابات ها اصلا کشور به یه سمت دیگه ای میرفت. هنوزم جنبش دانشجویی که سال 84 تحریم انتخابات رو مطرح کرد که حالا هم نسلای من بودن، عده میگن باید پاسخگو باشن. به هر حال همیشه یه نسلی باید پاسخگو باشن، یعنی یه موقعی ما باید پاسخگو باشیم، یه موقعی اونایی که رفتن سفارت رو اشغال کردن، یه موقعی اونایی که انقلاب کردن. همیشه هر نسلی که یک اکتی داشته باشه، یک فعالیتی داشته باشه، دیکته ننوشته که غلط نداره، همیشه باید پاسخگو باشن و حتما هم یک جوابی براش دارن. اما در مورد اینکه حالا این اصلاحات قطعا میتونسته غلط باشه یا درست باشه، من حداقل در مورد انتخابات آقای خاتمی فکر میکنم که در اون زمان میشد یک دری رو باز کرد و کاملا با این حرف آقای کلوشی موافقم که جمهوری اسلامی فرصت‌های طلایی داشته برای اینکه خودش رو نجات بده از موقعیتی که امروز توش قرار گرفته، موقعیت‌های بسیار طلایی داشته برای اینکه خودش رو به یک حکومت دموکراتیک تبدیل بکنه و از اون وضعیت انقلابی خارج بشه، اما از این فرصت‌ها استفاده نکرده. حالا چه در دوره زمان آقای خاتمی بود، چه حتی موقع سال 92 که این فرصت دوباره با وجود زخم‌های سال 88 بهش داده شد از طرف جامعه مدنی، باز رفتن پای صندوق‌های رأی مردم و بهش این فرصت رو دادن که دوباره بیا و ما بهت این فرصت رو میدیم که یک بار دیگه به جامعه و به جهان ثابت بکنی که میتونی یک حکومت دموکرات از دل خودت در بیاری. اما این فرصت‌ها رو همه از دست داده و به نظر میاد که دیگه در بنبست قرار گرفته که دیگه بهترین فرصت‌ها رو از دست داده و دیگه شاید فرصتی وجود نداشته باشه واسش که بخواد استفاده بکنه. متوجهم. آقای علیجانی نظر شما چیه؟ به خصوص که الان تا یک دو ماه دیگه بحث انتخابات مجلس دوباره هست، در حالی که همین امروز بعضی از نمایندگان مجلس دارن میگن آقا ببندید درش رو، شما از ما حتی نظرخواهی نمی کنید در مورد مسائلی که معمولا باید مجلس تصمیم بگیره. این دموکراسی که حالا اسمش رو هر چی بگذاریم دموکراسی نیم بند به آخر خط رسیده؟ بله ببینید، یه سیری و ما از حالا اگه بخوام تاریخی تر نگاه کنیم، از مشروطیت الان بیش از 110 سال 113-14 ساله، ما خواستیم قدرت مطلقه رو در ایران مقید کنیم، مشروطش بکنیم. خب مشروطیت این وعده رو داشت، ولی ما میبینیم دوباره سلطنت در ایران میره به سمت مطلقه شدن. سالهای آخر حکومت شاه دیگه حزب فقط رستاخیز و حتی به حرف کارشناسای سازمان برنامه بودجهش هم شاه گوش نمیکنه. اومدیم فرماسیون عوض کردیم، کردیم جمهوری که به لحاظ ظاهری جمهوری خوب دموکراتیک‌تر و قدرت پخش شده تر تا مشروطه، تا سلطنت مشروطه، و از بدتر شد. یعنی تمرکز قدرت از یک طرف اون جنبه عقیدتی و ایدئولوژیک که آقای کلاشی اشاره کرد، از طرف دیگه یعنی یک نیروی در واقع اومد جمهوری رو هم مصادره کرد و اینجا حتی فقاهتی هم نبود، یعنی فقاهتی هم بخشی از فقها قبول ندارن این حکومت رو. آقای خمینی اومد تئوری مصلحت نظام رو گذاشت وسط، یعنی گفت که ما برای مصلحت نظام حتی میتوانیم توحید هم تعطیل بکنیم. فقه که هیچی، یعنی ما با یک حکومت اقتدارگرای شبه انتخاباتی مواجهیم که این انتخابات به تدریج حالا قبض و بسط داشته البته، ولی در بویژه در چند سال اخیر یک روندی داشته که جدا از اون ساختار ناقص الخلقه ای که هم جمهوری بوده هم ولایت فقیه بوده، یعنی مشکل اساسی تو ولایت فقیه، تو این روند جامعه تغییر کرده، جامعه که اکثریتش با روحانیت بوده تغییر کرده، حکومت یه لباس تنگی شده برای یه جامعه که بزرگ شده، رشد کرده.
اومده ابزار نظارت استصوابی رو اضافه کرده، چون دیگه تو مردم در اکثریت نیستن، تو مردم در اقلیتن، پس بایستی نذاریم صدای اکثریت بیاد. حالا آقای خامنه‌ای یه کار جدیدتری داره میکنه، حتی با همون نظارت استصوابی و انتخابات استصوابیش داره نهادهای انتخاباتی هم دور میزنه. پروانه سلحشوری میگه دیگه اصلا ما سوال نمیکنند، اصلا ما دیگه هیچ کاریم. یعنی آقای خامنه‌ای داره نهادهای انتخاباتی رو هم دور میزنه، انتخاباتی همین نظام با نظارت استصوابی. بنابراین میشود گفت پیشروی بخش فقاهتی حکومت بر بخش نیمه انتخابی و شبه جمهوری حکومت، در اینجاست که به بنبست میرسه. ببینید آقای حیدری اگه درست یادم بوده باشه دو سه هفته پیش یه مصاحبه که با نشریه ستاره صبح گفت که ما هر سه فراکسیون مجلس، فراکسیون ولایی، مستقل ها به اصطلاح و فراکسیون امید، با هم هر سه تا فراکسیون نشستیم رو مشکلات مملکت بحث کردیم. خروجیش چی بود؟ ما بایستی سیاست خارجیمون رو اصلاح بکنیم. یعنی حتی بخش ولایی دولت مجلس آقای خامنه‌ای هم سیاست آقای خامنه‌ای رو قبول نداره، ولی آقای خامنه‌ای دیگه دیکتاتوری انفرادی رو انداخته و این سرنوشتش به اینجای رسیده که من فکر میکنم حتی اون درصدی هم که در این انتخابات مجلس میخواستن شرکت بکنن با این اعتراضات و با این مجلسی که آقای خامنه‌ای حالا داره پخت و پزش کرده، من فکر کنم بیش از پیش ریزش خواهد کرد. آقای کلاشی نظر شما راجع به این چیه؟ به هر حال اگر که این حکومت از اول حکومتی بوده که مشکلات جدی داشته، به نظر شما اینکه یک سره بشه کار، این که خیلی ها میگن آقا این انتخاباتی هم که تا به حال برگزار میشد بسیاری از گروه ها هستند که شما میبینید رو فضای مجازی به کسانی که در دوره های قبلی رای دادند انتقاد میکنن، گاهی حتی با توهین خیلی تند، که شما کسانی هستید که ما رو به این وضع انداختید و اصلا انتخاباتی وجود نداشت، شما هم هر باره بد و بدتر رو مطرح میکنید و وارد این بحث میشید. ولی شما فکر میکنید از آغاز باید همین بود و بهتر همین هست که تصویر روشنی باشه به جای اینکه وانمود بشه انتخابات هست، وانمود بشه دموکراسی هست، مشخص بشه که یک نفر هست، حرف اون یک نفر. کاملا درسته. یعنی هر نوع اصلاحاتی به این معنا می بود که از داخل جمهوری اسلامی خارج بشیم و برگردیم به مشروطه. ببینید مسئله این بود که آقای خاتمی هیچ وقت معنای اصلاحات رو متوجه نشد، همونطور که معنای جامعه مدنی رو متوجه نشد. وقتی آمد و کلید واژه اصلی و محوری بحث خودش رو گذاشت جامعه مدنی، در نهایت گفت جامعه مدنی من مدینه النبی هستش. بعد آقای میرحسین موسوی اومد گفت می‌خوایم برگردیم به عصر طلایی. هیچ عصر طلایی وجود نداشت. و بعد به مرور کارتل اصلاح طلبایی که در ایران بودن لیست‌های ارائه دادن که عین فساد بود، عین تباهی بود، آدم‌های ناتوانی بودن. سوال مشخص‌تر از شما بپرسم، آیا به نظر شما مسئله حکومت ایران اسلامی بودنشه؟ چون الان مثلا آقای علیجانی اینجا اشاره کردن که شاه هم در سالهای آخر اونجا که خیلی در واقع کسایی که انقلاب کردن این انتقاد رو دارن، کسایی که مثلا چپ‌ها خیلی از این اسلامی هایی که در انقلاب شرکت داشتن معتقد بودن که شاه در سالهای آخر بسیار خودرأی شده بود، این انتقادی هست که به اون هم مطرح بود. آیا فکر میکنید که این اسلامی بودن این حکومت هست که مسئله داره، یا کلن نظام سیاسی در ایران همواره میره به سمت یک در واقع دیکتاتوری یک نفره؟ سپاس می‌کنم که این سوال خوب رو پرسیدید. مسئله اینه که جمهوری اسلامی یک انقلابی بوده بر علیه مشروطه، یعنی اینطور باید توضیح بدم. در دوره مشروطه که ما خواستیم قدرت رو مقید بکنیم، تفکیک قوا داشته باشیم، بعدش به هیچ وجه ما حکومت مطلقه دیگه نداشتیم در داخل مشروطه. نه حکومت رضا شاه مطلقه بوده، نه حکومت شاه فرید. مطلقه قبل از مشروطه هستش و البته الان جمهوری اسلامی مطلقه هستش. در اون دور اتفاقی که افتاد، ساخت اجتماعی ایران و ساخت سیاسی ایران از ساخت حقوقی ایران عقب‌تر بود. یعنی ما یه جامعه‌ای داشتیم فاقد سواد، یه جامعه‌ای بود عشیره‌ای، یه جامعه‌ای بود که بیشتر رعیت بود، یه جامعه‌ای بود که ایراد در اون زیاد بودن، جامعه شهری وجود نداشت. دموکراسی یک پدیده شهری هستش و از طرف دیگه هم به یک اقتصادی تکیه داره که اقتصاد بورژوایی تولید محور هستش، سرمایه‌داری هستش. نمیشه تا یک جامعه‌ای که ثروت رو از محل زمین داره تولید می‌کنه به شیوه سنتی و بر روی روستاها و عشایر داره تکیه می‌کنه، از اونجا دموکراسی ساخت.
جامعه خودش نمیتونست این کار رو انجام بده. این رو تنفیذ کرد، اعلام نشده به یک ساخت حکومت مترقی، حکومت رضا شاه و حکومت محمد رضا شاه حکومت‌های مترقی بودن که داشتن روح مشروطه و لوازم مشروطه رو تضمین می‌کردن. یعنی اون چیزهایی که لازم بود برای دموکراسی فراهم بشه در جامعه ایران، جامعه خود بنیاد و درونزاد نمیتونست تولید بکنه. اونا که نمی‌خواستن دیکتاتوری بیارن در جامعه، اونا که نمی‌خواستن به زور این کار رو انجام بدن، جامعه نمیتونست این کار رو انجام بده. به همین خاطر اینها برای اینکه بتونن مشروطه رو متحقق بکنن، مجبور بودن ساخت اجتماعی رو تغییر بدن، ساخت سیاسی رو تغییر بدن که همه این کارا رو انجام بدن. ما دادگستری نداشتیم، اونها دادگستری رو درست کردن. اونها تونستن که مجلس رو قوام بدن، اونها بودن که تونستن سواد رو به جامعه بیارن، اونها بودن که تونستن صنایع رو تو این کشور به وجود بیارن، اونها بودن که سیستم ارباب رعیتی رو از بین بردن. اما نظام مشروطه جمهوری بود. اون اتفاقی که افتاد و آقای علی جانی میفرمایند من با کمال احترام با ایشون مخالف هستم اینه که سال 57 جمهوری درست نشد. انقلاب 57 یک انقلابی علیه جمهوری بود. جمهوری به این معناست که قانون رو مردم تنظیم بکنن، تدوین بکنن برای خیر مردم. این میشه معنای مشروطه. یعنی پادشاهی مشروطه ما در معنای مدرن جمهوری بود. انقلاب 57 در بنیان نظری خودش علیه جمهوریت بود، علیه مشروطه بود، علیه مدرن بود، علیه دوران جدید بود. به همین خاطر دنیای جدید رو به یک عینک کهنه میفهمه. ابزارهایی که میخواد با اون ابزارها جامعه رو اداره بکنه، ابزارهای کهنه و ناتوانه و به همین خاطر پارادوکسیکال رفتار میکنه. یه بخشی از دیدگاهاش، بخشی از نظرات و ابزارهاش رو از جدید گرفته، بخشی رو از کهنه گرفته، ادغام مکانیکی کرده و به همین خاطر یک آش درست شده. علی جان شما سرتون رو تکون میدید به بخشای از صحبت آقای کلاشی موافق نیستید. من میخوام بدونم دقیقاً با کدوم بخش مخالف هستید. به هر حال این که به خصوص پهلوی اول نقش برجسته‌ای داره در مدرن سازی جامعه ایران رو نمیشه انکار کرد. شما به کدوم بخش صحبت‌های ایشون اعتراض دارید؟ من با تفسیر ایشون از جمهوری اسلامی مخالفتی ندارم، ولی با تفسیر ایشون از انقلاب و به ویژه حکومت پهلوی‌ها کاملاً نظرم متفاوته. اساسا حکومت پهلوی ها، هم رضا شاه هم محمد رضا شاه میان سال و پیر، کودتا علیه مشروطیته. یعنی دوباره برمیگرد به همون حکومت مطلقه. این چیزی نیست. ببینید حکومت شاه میاد حزب رستاخیز درست میکنه، میگه هر کی منو قبول نداره بره. متوجهش ادامه کلاشی میگن ببین... که جامعه ایران در اون حالت عشیره‌ای که داشته آماده نبوده برای دموکراتیک این... شدن. بله، جامعه باید از ایران بالا با جامعه کنونی قابل مقایسه بله. نیست، ولی تو همون جامعه جبهه ملی هست، نهضت آزادی هست، کارشناسای خود سازمان. اصلا ما مخالفین و منتقدین سیاسی رو بذاریم کنار، الان دیگه اسناد و مدارک دوره محمد رضا شاه بیشتر از اونه که این رو بشه به اصطلاح رد کرد که محمد رضا شاه حتی مقابل کارشناسای سازمان برنامه بودجه خودش دیکتاتوری میکنه. یعنی ببینید روند رضا شاه به تدریج رضا شاه از جای شروع کرد که از غذا روشنبیرو ازش حمایت میکردن، نوسازی هایی که رضا شاه کرد یک سری روشنفکر و کارشناس همراهش بودن. حالا بحث ما راجع به جمهوری و سلطنت نیست، روی خیلی میشه بحث کرد. نیمه دوم حکومت رضا شاه میره به سمت دیکتاتوری، محمد رضا شاه به سمت میره که دیگه هیچ کسی رو در این مملکت تحمل نمیکنه. حالا انقلاب هم علیه جمهوری نبود. ببینید حتی قانون اساسی اولی که شورای انقلاب نوشته بود توش ولایت فقیه نبود من. ولی روحانیت تو اینجاش من میپذیرم. اینم بس اجتماعی. بله آقای خمینی یا کاریزمایی داشت، بخش مهمی از جامعه ازش حمایت میکردن، هرچند اون بخش مهمم تو انقلاب شعار فقاهتی نمیدادن، شعار آزادی و زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این روند یعنی روحانیت سوار بر انقلاب میشه، بخشای مترقی و نوگرای انقلاب رو حذف میکنه، به این روند میرسیم. ولی نکته مهمترینه، حالا این بحث همیشه بازه، که جامعه ایران در این فرایند به جایی رسیده که دیگه اکثریت جامعه با حکومت هیچ یعنی اصلا دو تا جهان بینی متفاوت داره. حتی من میخوام بگم نه خب آیا این جهان بینی به اون جهان بینی در واقع مدرنی که صحبتش شد نزدیک شده؟ آیا میشه گفت که جامعه ایران الان آمادگی این رو داره که بره به سمت اون مدرن شدنی که به هر حال کاملا ببینید جامعه ما از یه جامعه اواخر دوره قاجار بگیریم از یه جامعه تماما سنتی تبدیل میشه به یه جامعه ناموزون
با غلبه وجه سنتی. من معتقدم از اواسط دهه 60 شصته شمسی جامعه ایران یه جامعه ناموزون با غلبه وجه مدرنه. اگر سرکوب‌های دهه 60 نبود، اتفاقایی که تو دو خرداد اتفاق افتاد که من روایتم با ایشون فرق می‌کنه، این فشار جامعه مدنی بود. آقای خاتمی معلول جامعه ایران بود، علت جامعه ایران نبود. اگر سرکوب و اعدام‌ها و حذف شدید مخالفین تو دهه 60 نبود، ما اتفاق دو خرداد رو 10 سال زودتر می‌داشتیم. یعنی جامعه ایران مرتب مدنی‌تر، آگاه‌تر شده. هر چقدر جامعه رشد کرده، حکومت خودشو هی داره میبنده. جدا از حالا قبض و بست هایی که داشته، ما الان اوجشو الان میبینیم. حالا برگردم به اون بحث انتخابات و صندوق رای. جامعه اومده از صندوق رای استفاده کرده حکومت رو تغییر بده. حکومت وقتی خودشو میبنده، این حق جامعه است که بیاد تو خیابون، برخلاف مخالفت هایی که استاد طلبها تو اون دوره داشتن. حالا این دوره یکم موضع بهتری گرفتن، سال همین آبان 98، ولی اون دوره اومدن موضع دیگری گرفتن. حکومت یه دست شد و جامعه اومد از حق رأی خودش و حق اراده اعمال اراده خودش دفاع کرد. حالا اون موقع طبقه متوسط اومد، الان فقرا هم اومدن، بخشی از طبقه متوسط هم اومدن. من اینکه در 96 هم به نظر میاد که اصلاح طلبها یک موضع دیگری گرفتن، این بار خیلی به نظر نمیاد که، یعنی در 96 هم به نوعی ایستادن کنار حکومت. بله، اون موقع اصلا خطر سوریه شدن رو گفتن که خب ماها انتقاد کردیم، ولی بیانیه 77 نفری که روز دوم اعتراضات دادن، این بار خب بیانیه مثبتی بود. یعنی به هر حال کنار حکومت نایستادن، شیراندازی به مردم و این جنایت ها رو محکوم کردن. این هم البته یه بخشی از اصلاح طلب ها بودن، بخشیشون هم که خب اصلا دیگه همه حرفای آقای خامنه‌ای رو میزنن که بله اینا منافقینن و فلانن و اینا، که خب این حرفا واقعا شگفت انگیزه که تو داخل کشور، حالا کمتر تو خارج از کشور، ادعی بیان میگن که اینا منافقین بودن و اینا ضد انقلاب بودن و اشرار بودن. و من واقعا تعجب میکنم از این صحبتایی که این چند روزه شنیدم. خانم گلرو، نظر شما رو میخوام بدونم راجع به همه این صحبتایی که مطرح شده، همینطور این که به هر حال جامعه ایران همونطور که آقای علیجانی هم به درستی اشاره کردند و خیلی دیگر از نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی در ایران معتقدند، خیلی منطبق نیست با اون چیزی که حکومت میخواد و حکومت اون چیزی نیست که جامعه میخواد. یعنی کاملا روشن هست که یک فضایی بین این دو هست که فضایی هست که به این سادگی ها هم پر نمیشه. فکر میکنید که این جامعه‌ای که الان داریم، تعداد زیادی جوان بیکاری هست، مسئله اقتصادی هست و اینها، چه راهی ممکنه حکومت داشته باشه برای اینکه بتونه در واقع برگرده و یک حکومتی داشته باشه که به نوعی کارآمد بشه؟ از 58 یه اقلیت مخالف وجود داشته که این یه اقلیت مطلق بوده که توی روزهای اول انقلاب شاید خود اختیار بود و چند نفر و تعداد خیلی کمی بودن که اصلا صداشون شنیده نمی شده و این اقل و تمام نیروهای چپ، مجاهد و مارکسیست و همه تحت کاریزمای آقای خمینی قرار می گیرن. این اقلیت همینطوری به مرور زمان افزایش پیدا می کنه تا امروز که واقعا به یک اکثریت مطلق تبدیل شده. یه تعدادی هستن که خب از اصلاح طلب آقای علیجانی هم فرمودن، اون اصلاح طلب هایی که من فکر می کنم امروز سکوت میکنن یا خارج از کشور هستن، واقعا ترجیح میدن جمهوری اسلامی تغییر نکنه، به خاطر اینکه منافعشون در گرو باقی موندن جمهوری اسلامیه و نگران این هستن که اگر بعد از جمهوری اسلامی حاکمیت دیگه ای توی اون کشور باشه، آیا اون حاکمیت دیگه این منافع رو براشون مهیا میکنه یا نمیکنه. و توی این انتخابات سال 96 هم اصلاح طلبان نشون دادن که غیر از اینکه دنبال یک پستی باشن، چیز دیگه ای از حاکمیت نمیخوان. بلافاصله بعد از انتخابات شورای شهر تلاش کردن برای اینکه پست‌های مختلف رو به دست بیارن و بعد از انتخابات ریاست جمهوری هم به همین شکل، فقط گمانه‌زنی و چانه‌زنی در مورد این بود که از کدوم حزب قراره که وزیر تعیین بشه، معاون وزیر کی بشه، شهردار دیگه. خب به هر حال این چیزی نیستش که الان من بخوام توضیح بدم بحث شهرداری تهران چقدر دعوای بین احزاب اصلاح طلب بود و باقی ماجرا. اما اینکه حکومت ناکارآمد هستش یا نه، من می‌خواستم یه صحبتی در موردش بکنم. به هر حال هر حکومتی میتونه یک نقطه مثبتی داشته باشه. شما نگاه می‌کنی نه به لحاظ اجتماعی این حکومت میتونه نقطه مثبتی داشته باشه، چه دانشجویی، چه زنان، چه کارگر، چه به لحاظ اقتصادی دچار بحران هستش، چه به لحاظ سیاسی، سیاست داخلی، سیاست بین المللی دچار بحرانه، چه به لحاظ فرهنگی به خاطر آموزه‌های فرهنگی که داره
توی کشور ایجاد میکنه، بحث چند همسری رو مطرح میکنه و بحث های دیگه ای رو که از تریبون های رسمی کشور مطرح میشه. به همه لحاظ جمهوری اسلامی دچار بحران هستش، یعنی از یکی از شاخه ها نیستش که بشه ازش حمایت کرد و بگیم به این تو این حوزه حداقل دچار بحران نیستش. فکر میکنید برای... بحران ها رو همه این بحران ها ناشی از سیاست های خود جمهوری اسلامیه، یا اونطور که آقای خامنه ای میگه جمهوری اسلامی یک حکومتی هست که دشمنانی داره که این دشمنان به هر حال براش پاپوش درست میکنه؟ نه، قطعا کلید واژه آقای خامنه ای همه این سالها دشمن بوده، به خاطر اینکه اگر این دشمن وجود نداشته باشه نه ایشون صحبتی داره که بتونه توی همچین شرایطی بکنه و همه مسائل رو در واقع بر عهده دشمن بذاره، نه میتونه توی شعارهایی که به هر حال اون اقلیت طرفدار جمهوری اسلامی وقتی میخوان توی خیابون بیان به هر حال یه سری شعارهایی رو باید داشته باشن. همین الان هم میبینید که خب طرفدارهای خود جمهوری اسلامی و تو سخنرانی ها دولتی ها و خود آقای خامنه ای هم همش مطرح میکنن که کسایی که این چند روز توی خیابون بودن حتما از خارج از کشور هدایت شده بودن، در صورتی که تو شعارها میبینید و تو مطالبات اقتصادی میبینید که قطعا اینطور نیستش. در مورد اینکه نشانه تغییر توی جمهوری اسلامی آیا میتونه وجود داشته باشه یا نه، جمهوری اسلامی این رو دقیق میدونه و با توجه به تجربه زمان پهلوی و تجربه کشورهای دیگه این رو قطعا متوجه است که اولین عقب نشینی که داشته باشه آخرین عقب نشینیش هستش، به خاطر اینکه افکار عمومی این مطالبه رو خواهند داشت که خب پس طبیعتا وقتی که اولین مطالبه ما جامعه عمل پوشیده، مطالبات بعدی ما هم میتونه محقق بشه. به خاطر همین به هیچ وجه کوتاه نمیان و من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی در مورد مطالبات مردم بخواد عقب نشینی داشته باشه. و خب بذارید نظر آقای کلاشی رو راجع به این بپرسم، چون داشتین آقای کلاشی سرتون رو تکون میدادین. بحث این هستش که اگر که جمهوری اسلامی جمهوری در واقع حکومتی هست که حاضر نیست حرف در واقع معترضان رو بپذیره، حکومتی هست که نمیخواد تن بده و قدمی عقب بگذاره، نتیجهش ما رو به کدوم سو میبره؟ ایران چه سرنوشتی در انتظارش هست؟ سوال خیلی سختیه و سعی میکنم بهش پاسخ بدم. منتها اجازه بفرمایید که من با آقای علیجانی با بحثایی که ایشون داشتن مخالفت بکنم و اشاره کنم که تفسیرهایی از این جنس بوده که ما رو به اینجا رسونده. نظریاتی از جنس نظریات آقای تقی آقای دوست عزیزمون بوده که اشاره کرده که ما اگر نریم پای صندوق رأی باعث عصیان خواهد شد، باعث بندوختگی جامعه خواهد شد، مردم مجبور خواهند شد که بیان توی خیابون حقشون رو دنبال بکنند. اما ما می‌بینیم که اصلاح طلبها با اینکه به قدرت رسیدن و دوستانمون مردم رو به پای صندوق رأی بردن، اما اصلاحاتی انجام نشد. اصلاح طلبها نه تنها معنای اصلاحات رو متوجه نیستن، بلکه به لحاظ کارکردی هم ناتوان هستن. یعنی شهرداری الان دستشونه، نمیتونن یک مسئله بارندگی رو مدیریت بکنن، الان ترافیک شهری رو نمیتونن کنترل کنن، در حوزه سازندگی هم کشور رو متوقف میکنن. یک حکومت میتونه مطلقه باشه، میتونه دیکتاتوری باشه، میتونه استبدادی باشه، ولی میتونه کارآمد باشه در یه جاهایی. یعنی میتونه حداقل یه حوزه هایی رو مثل شهری، مثل خیابون، جاده، اینا رو درست بکنه. اصلاح طلبها تو این حوزه هم اتفاقا به خاطر اینکه اهل ریتوریک هستن، اهل خطابه هستن، اهل لفاظی هستن و بیشتر جنگ های لفظی رو میخوان دنبال بکنن به جایی نمیرسن. اما اون بخش هم که کل حکومت ایرانی مشکل رو داره به نظر شما؟ ببینید کل حکومت ایران مشکلات عجیبی داره که عرض میکنم اصلاح طلبان که میان و مردم رو میکشن دنبال خودشون هم اون ایرادات رو دارن. من بحثم اینه که خود اصلاح طلبان اجازه اصلاحات نمیدن و به این خاطر ما به اینجا میرسیم. بله. آقای مطرح شد که یک لحظه من آقای علیجانی بعد سپاسگزارم فرمودن که این انقلاب به خاطر آزادی و اصلا همچین بحثایی نم. آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه خودش به صراحت گفته بود که من مخالف مشروطه هستم، مخالف مجلس شورای ملی هستم و گفته بود باید اینا لغو بشه، یه شورا درست بشه به شکل اسلامیش. یعنی مخالف حکومت مدرن بود، مخالف مشروطه بود و اولین دعوای ایشون با شاه بر سر مسئله حق رأی زنان بود.
بس این اصلا بحث های مدرن رو نمیشه شما بست. آقای علی جانی منظورشون این بود که آقای خمینی در واقع اون انقلابی رو که گروه های متعدد کرده بودند به نوعی از آن خود کرد و ایده های خودش رو پیاده کرد، نه اینکه آقای خمینی رهبر این انقلاب. خیلی خوب، باید از اول به آخر خوندن، آخر به اول. گروه های مختلفیشون رو رهبر کردن، گروه های مختلفیشون رو رهبر تعیین کردن، همه دنبال ایشون حرکت کردن. یعنی گروه هایی که ادعا بکنن ما مترقی تر بودیم باید توضیح بدن که چجوری دنبال یک روحانی که اتفاقا مخالف مشروطه بوده، حکومت مدرن بوده راه افتادن. اما اینکه به چه اتفاقی خواهد افتاد که تصمیم جمعی است، مردم چجوری تصمیم بگیرن، چجوری هدایت و خطدهی بشن و حکومت چه تصمیمی بگیره. و آیا این پارامترها وجود داره آقای کلاشی؟ سوال اصلی این هاست که بعضی از کسانی که در واقع الان در مورد وضعیت ایران صحبت میکنن همواره هشدار میدن در مورد اینکه آقا یک حکومتی هست که حاضر به عقب نشینی نیست، یک قدم عقب بره فکر میکنه باید تا آخر بره، بنابراین تا پای جان میسته. نتیجه این هستش که احتمالاً کشور سوریه میشه. این هشداری است که یک گروه میدن، یک گروه مقابلشون هستن، میگن آقا هر تغییری میخواد بشه شما میگید که کشور سوریه میشه. جانم من اصلا نظرم این نیستش که کشور سوریه میشه ها، من فقط میگم که جمهوری اسلامی همه تلاشش رو میکنه، یعنی به صورت دموکراتیک و با اصلاحات و با تغییرات جزئی کنار نمیره، اما کاملا مخالف این نظریه هستن که جمهوری ممکنه ایران سوریه میشه. یک مجموعه از افراد که هشدار میدن رو گفتم، ولی ممنون از این توضیحتون. آقای کلاشی، آیا فکر میکنید که چنین در واقع در این فرایند اون المان‌ها و اون پارامترهای لازم وجود داره، در واقع رهبری، اینکه جامعه به یه سمتی بره که مثلا به خشونت کشیده نشه در مقابل حکومتی که الان همه شرایطش رو صحبت کردیم؟ بله، ما سال 96 و قبلش هم وقتی میگفتیم که رأی ندیم، دوستان میگفتن که میخواید ایران سوریه بشه. بحث من اون موقع این بود که اگر رأی بدیم ایران اتفاقا نزدیکتر میشه به این مبارز. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما به مسائل مردم جواب ندیم یک عصیان به وجود خواهد اومد. همین الان عصیان جامعه رو گرفته، بخشی که زیر این فشار اقتصادی و تعدیل اقتصادی و این بحث های قیمت و هزینه های سرسام‌آور زندگی له شدن دارن عصیان میکنن. اینها وای نمیستن ببینن که تحلیلگران سیاسی چه راهکارهای عجیب و غریبی پیش روشون قرار میده. زمان رو از دست دادیم. حالا بحث اینه که حکومت همونطور که بانو فرمودن نه خیر به این راحتی عقب نشینی نمیکنه. هیچ حکومت به این راحتی عقب نشینی نمیکنه، مخصوصا جمهوری اسلامی. بحث اینه که حوزه نبرد الان بحث به خیابان ها کشیده شده. حالا باید تدبیرها این خیابان رو اداره بکنن. این تدبیرها از این طرفی باید یک رهبری منسجم در اپوزیسیون به وجود بیاد که خطدهی بکنه. از دیدگاه من تنها خط ممکن اینه که ما اعلام بکنیم این انقلاب تمام شده، انقلاب شکست خورده، انقلاب نتونست ساختار اجتماعی خودش رو درست بکنه، از مردم بخوایم که از قدرت خودشون استفاده بکنن و به مشروطه برگردن. یعنی اجازه ندن که این خشمشون، این اعتراضشون تبدیل بشه. آقای کلاشی به مشروطه برگردن. مشروطه منظورشون مشروطه سلطنتیه یا یه حکومتی که مشروط به اراده مردم باشه؟ آقای کلاشی سوالش این. ببینید، انقلاب علیه نظام پیشین است. نظام پیشین ما یک مشروطه مترقی بوده، یک مشروطه مدرن بوده، علیه اون انقلاب شده، اون انقلاب اشتباه بوده. از دیدگاه ما با اون انقلاب اشتباه ما وارد کجراهه شدیم. حالا تنها فرصتی که داریم اینه که از این کجراهه خارج بشیم، یعنی برگردیم نظام پیشین. ما منهای نظام پیشین چیز دیگه ای نداریم. اون نظام پیشینی که ما اجازه میخوام صحبتتون قطع کنم، حتی اگه کسانی باشن که با نظر شما موافق باشن که راه حل برگشت به در واقع رفتن به 40 سال قبل و برگشتن به همون چیزی هست که در انقلاب اون رو در واقع به پایان خط رسون، همین رسیدن به این نکته مسئله 1 میلیون دلاری هست. چطور مردم بخوان مثلا حکومت جمهوری اسلامی رو کنار بگذارن و یک حکومت دیگری رو جایگزینش بکنن؟ اون حکومت نوعش اصلا فرق نمیکنه. به نظر شما آقای علیجانی چه سناریوهایی مطرح هست؟ کسانی هستن که هشدارهایی میدن، من گفتم. کسانی دیگری هم هستن که میگن این در واقع ترس بی خود ایجاد کردن در مقابل جامعه ای هست که میخواد در واقع بهش استبداد رو به بابت ذره امنیت فروخته حکومت سالیان ساله و این روند ادامه نمیتونه پیدا کنه. من فکر نمیکنم دیگه جامعه فرمول امنیت بخش عمده جامعه، حالا ممکن یه اقلیتی باشن، فرمول امنیت رو بخره. جامعه سرکوب شده. ببین ما مشکلمون قدرت متمرکز،
مقام مادام العمر، چه رضا شاه باشه چه محمد رضا شاه باشه، فرماسیون سلطنتی چه جمهوریت، این سوالی که من پرسیدم معطوف به این بود. رضا شاه میگفت مجلس طویله است، محمد رضا شاه به غرب که انتقاد میکرد میگفت مشکل غربی‌ها دموکراسیه، جمهوری اسلامی که اصلا میگه که مردم به اصطلاح رأیشون مشروعیت نداره. حالا ببینید ما از یه نکتهش اینه که ما این تجربه رو بیاموزیم. ما من به نظرم مقایسه بین جمهوری اسلامی و پادشاهی نیست، بین جمهوری واقعی و پادشاهی. ما چه نیازی داریم و فکر نمی‌کنم اکثریت نسل نو جوان جامعه ما دوباره برگرده به مقام مادام العمر، مقام غیر پاسخگو و حتی وراثتی. حالا از این بگذریم. اجازه بدید این نکته اصلی اساسی هست، آلترناتیو آقای علی جانی. وقتی شما میفرمایید که انتخاب بین جمهوری و در واقع سلطنت و پادشاهی هست، یعنی در واقع میگید که ولایت مطلقه فقیه هم نوع دیگری از پادشاهی هست، سوال من از شما اینه که چطور میشه این گذار رو انجام داد؟ چطور اصلا شما آلترناتیوی دارید؟ آقای کلاشی احتمالاً میگن ما آلترناتیومون رضا پهلوی هست، میاریم میذاریم روی میز. برای جمهوری شما چه آلترناتیوی دارید؟ یه بار بحث تئوریکه. به لحاظ تئوریک برای آلترناتیو من یه جمهوری است که درش دین و دولت تفکیک بشه، هیچ مقام مادام عمری نباشه، 90% اپوزیسیون این انشاء و بلدن دیگه، یعنی همشون حقوق بشر، جدایی دین و دولت، مادام العمر نبودن حکومت، چرخشی بودن قدرت. این که اصلا جواب سختی نیست. سوال سخت اینه که چگونه حتی من با آقای کلاشی بشینیم هم موزه بگیم خب چجوری عبور کنیم از این جمهوری اسلامی. حالا شما میگید سلطنت، بنده میگم جمهوری. سوال سخت اینجاست. من اون مسئله‌ای که گفتم، در تمام دنیا مردم چند تا ابزار دارن. یه ابزارشون صندوق رأی. من اینو کلی گفتم. چه شاه باشه صندوق رأی نپذیره انقلاب میشه، چه جمهوری اسلامی باشه. صندوق رأی یعنی رأی مردم. این تجربه تاریخی بشره. فکر میکنم آقای کلاشی هم خب قطعا قبول دارن. اگر در جامعه ای صندوق رأی نباشه میشه اعتراض خیابانی یه ابزار، مطالبات صنفی و مدنی یه ابزار، اعتصاب اقتصادی یه ابزار. من فکر میکنم جامعه ایران داره از همین ابزاراش به تدریج استفاده میکنه. یعنی به جمهوری اسلامی میگه من اومدم به تو رأی دادم، اومدم به اصلاح طلبات رأی دادم، من اومدم حتی به روحانی رأی دادم. خب شما که روحانی که خودش خلف وعده کرده، خیانت کرده به اعتماد ما، شما که حتی همین روحانی نصف کاریه که مسئول با پیشینه امنیتی خودت هست، حتی اینو تحمل نمی‌کنی، میگه برجام یک دو سه نداریم، ما میخوام با جهان بجنگیم. خب این که تحمل نمی‌کنی، میاد میشه اعتراض خیابانی. دریدا یک جمله‌ای داره، یک کتابی داره، شبه مارکس، میگه سرمایه‌داری بعد از فروپاشی شوروی آنقدر وحشی شده که ما دوباره نیاز به شبه مارکس داریم. من فکر میکنم جامعه ما و حکومت ما نیاز به یه شبه انقلاب داریم و این شبه انقلاب داره به وجود میاد. حالا یا جمهوری اسلامی به سر عقل میاد عقب نشینی میکنه. روایت من روایت اصلاح طلبان نیست. اصلاح طلبان میگن ساختار حفظ بشه، سیاستاش عوض بشه. انقلابیون میگن ما میخوام انقلاب کنیم، حالا برگردیم به مشروطه یا برگردیم به جمهوری، هر چی باید انقلاب کنیم. از موضع تحول خواهی شما میگید ما از همه ابزارهامون استفاده میکنیم، ما فرمول کم هزینه تری میزنیم رو میز، میگم آقای جمهور اسلام همچی که مثلا جبهه ملی داخل کشور گفته زندانیان سیاسی آزاد شوند، احزاب آزاد شوند و انتخابات آزاد زیر نظر. شما 20 ساله دارین اینو میگید. اگه جمهوری اسلامی اهل شنیدن این بود خب تو این سالها قبول میکرد. جمهور اسلامی من این رو احتمالش رو زیاد نمیدونم، ولی منتفی هم نمیدونم. روحانیت یک پراگماتیسم داره، زیر فشار زیاد آقای خامنه‌ای نرمش قهرمانانه نشون میده. آقای خامنه‌ای الان سه راه داره. یک، با همین فرمون بره جلو. الان با پول بنزین و پول جیب ملت رو خالی کردن، 4 ماه دیگه بودجهش دووم بیاره، 4 ماه دیگه باید حقوق کارمنداشو بده، نداره، دوباره مردم میان تو خیابون. یا باید با این فرمان بره جلو، یا نرمش قهرمانانه جلو خارجیانشون بوده پول بیاره مردمو، ولی بگه داخل حرف مستبس سره. بهترین راه حلش نرمشو با مردم خودش نشون بده. این تغییر سیاست و ساختار، یعنی من تغییر ساختار باید بره به سمتی که ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، یعنی ما تبدیل بشیم به یه جمهوری واقعی. جمهوری اسلامی یا اینو میپذیره یا مردم زیر موج امواج مردم از بین خواهد رفت. صحیح. خانم گلرو، کسانی هستند که نگران هستند که جمهوری اسلامی این حرفایی که آقای علیجانی میزنن و اینکه آقای راه منطقی، راه آرام رو انتخاب بکن نکرده در این سالها و بعد از این هم نمیکنه، ولی در ایران در یک منطقه قرار داره، یک طرفش افغانستان، یک طرفش عراق و این نگرانی از اینکه آشوبی به پا بشه. آیا
شما با اونها گفتید که با اون نظر موافق نیستید که ایران سوریه میشه. فکر میکنید که چه سناریوی ممکن و محتمل هست اگر جمهوری اسلامی تن به راهکارهای آرام و منطقی که پیشنهاد شد نداد؟ جمهوری اسلامی که حکومت منطقی نیستش که بخواد به راهکارهای منطقی تن بده و احتمالش خیلی ضعیفه، نه که قطعی باشه ها، ممکنه که یه روزی تن بده، ولی میخوام بگم که خب حاکمیت منطقی نداره. ولی در مورد اینکه سوریه بشه به خاطر وضعیت جغرافیایی ایران، خب ما جدای از وضعیت جغرافیایی، وضعیت تاریخی ایران رو باید در نظر بگیریم، وضعیت فرهنگی، اجتماعی، موقعیتی که مردم ایران دارن، بعد با کشورهای همسایه مقایسه بکنی. بخشی از کشورهای همسایه که مثلا شما سوریه رو که نگاه میکنی، سوریه سالها درگیری هایی رو داشته، بعد از اینکه از عثمانی جدا شده همیشه توی این منطقه، بعد از عثمانی همیشه توی این منطقه کشورهایی که از عثمانی جدا شدن درگیری هایی رو داشتن. بعد شما بخواد یک کشوری رو که سالهای ساله که در آرامش زندگی میکنه و جنگ داخلی نداشته رو با یک همچین کشور مقایسه بکنید، واقعا در حق مردمش اجحاف کردید. یا یک کشوری رو که اقوام مختلف کنار همدیگه سالهای سال زندگی کردن بدون جنگ داخلی و خونریزی با کشوری مقایسه بکنید که همیشه اقوام در جنگ و جنگ‌های داخلی بودن و خونریزی، واقعا در حق مردم اجحاف کردید. و این تئوری هستش که خود جمهوری اسلامی شارژ کرده و از طرف طرفداران جمهوری اسلامی در واقع به گوش بقیه رسیده و هی گوش به گوش و سینه به سینه بین مردم رواج پیدا کرده تا بقیه رو بترسونه. یعنی من فکر می‌کنم این فقط یه حربه بوده برای اینکه مردم و معترضین رو بترسونه، چون خب می‌بینید که خیلی‌ها میگن که می‌ترسیم از اینکه همچین اتفاقی بیفته. بله. آقای کلاشی، نظر شما چیه در این باره؟ من از جناب علی جانی متعجبم که در هیچ جای اعلام نمی‌کنن که اشتباه کردن. یعنی انقلاب 57 رو قبول دارن و بعد نمیگن اشتباه شده و نتیجه رو هم قبول نمی‌کنن. نتیجه رو داریم می‌بینیم. جامعه دوباره پذیرین شاه اشتباه کرده. من در مورد اشتباهات میتونم بشینم صحبت بکنم. شما علیه شاه انقلاب نکردید. شما علیه مشروطه شاه نمی‌کنید. دیکتاتوری شاه رو میگین که مدرن بوده، مترقی بوده. شما هیچ انتقادی رو به شاه می‌پذیرین؟ من یک لحظه بگم و بعد چش. ببینید، شما اول باید بپذید علیه فرد نمیشه انقلاب کرد، شما علیه نظام انقلاب کردید، شما علیه مشروطه انقلاب کردید. شما میتونید از امروز تا فردای قیامت علیه شاه و رضا شاه لیست و سیاهه درست بکنید و بگید اینها این ایرادات رو داشته. منم میتونم با شما موافق باشم یا مخالف باشم، اما شما علیه شاه انقلاب نکردید که، شما علیه مشروطه انقلاب کردید. اینو باید اول بپذیرید. از قبل ما میخواستیم یه مشروطیتی بیاریم با یه فرماسیون کامل تر، یعنی جمهوری فرماسیون پیشرفته تری تا مشروطه سلطنتیه که یه نفر دیگه مقام مادام العمر غیر پاسخگو باشه. اجازه بدید آقای کلاشی بگم. بفهم اینکه تو ذهنتون چی بوده. آقای بازرگان هم میگفتش که ما بارون میخواستیم سیل اومد، چون معنای انقلاب رو نمیدونسته که مرحوم، فکر میکرد که بارون و سیل یکیه، نمیدونست که انقلاب. الان فکر میکنید مردم فهمیدن معنی این رو؟ آیا نگران این نیستید که الان هم باران سیل بشه؟ چرا؟ به همین خاطر دارم میگم، برای اینکه ما دوچار دوباره رویا پردازی نشیم و به سمت جمهوری وحشت نریم، برگردیم به یک نظامی که تمرین کردیم، نظامی که ارز و پولش مشخصه، قانون اساسیش مشخصه. این که نمیشه همین الان ما داریم با رسانه صحبت میکنیم که نظام حکومتیش پادشاهیه. بعد آقای علی جانی داره توضیح میده به من که نه، پادشاهی شیوه کهنیه، به درد نمیخوره، توش استبداد، اصلا همچین چیزی نیست. مگه تو این زمان شما دوچار استبداد شدید؟ آقای کلاشی اجازه میدین 20 ثانیه هم آقای علی جان جنبندی کنن جوابی اگه میخوایم بدین وقت تمام است. من ببینید، حالا آرزو که هم من آرزوهای خوبی دارم، هم آقای کلاشی چیزایی که میگن چیزای خوبیه، ولی به نظر من راه حل های سیاسی بر اساس توازن قواست، بر اساس آرزو شکل نمیگیره. موازنه قوا الان تو جامعه ایران همچنان به نفع جمهوری اسلامی، ما باید در تدارک تقویت این موازنه باشیم. حالا به جمهوری وقتی زورمون بیشتر شد، نیرومون بیشتر شد، پیشنهاد مسالمت‌آمیز رو میز جمهوری اسلامی میذاریم. پذیرفت میشه تحول، نه پذیرفت میشه انقلاب. متشکرم آقای علی جانی. به نظر میاد که ارتباطتون با خانم گلرو قطع شده. خانم گلرو و آقای کلاشی،
و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه ما بودید. برنامه صفحه 2 آخر هفته رو میتونید روی وبسایت ما ببینید، روی سایت یوتیوب هم ببینید، همینطور میتونید پادکست برنامه رو روی اپلیکیشن پادکستتون پیدا بکنید، جستجو بکنید کلمه صفحه در کنار عدد 2 و همینطور در تلگرام، البته اگر اینترنتتون وصل شده که امیدواریم وصل بشه. شب و روزتون خوش. We'll be right back.